روابط عمومی دانشگاه گیلان تقدیم می کند. خدمت 40 سال توسعه انقلاب اسلامی ایران. همگام با 4 دهه توسعه و افتخار. دانشگاه گیلان در سال 1353 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و در سال 1354 طی قراردادی بین دولت‌های ایران و آلمان غربی سابق تأسیس شد. این دانشگاه از سال 1356 فعالیت آموزشی خود را با پذیرش 155 دانشجو در 9 رشته تحصیلی آغاز نمود. در این سال مدرسه عالی مدیریت و مدرسه عالی بازرگانی که تنها مراکز آموزش عالی در استان گیلان بودند با دانشگاه گیلان ادغام شدند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاه گیلان فعالیت‌هایش را با حدود 500 دانشجو ادامه داد. با رشد و گسترش آموزش عالی در کشور، دانشکده‌های علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی و علوم انسانی ساخته شد و پس از آن نیز دانشکده‌های تربیت بدنی، منابع طبیعی و معماری هنر تأسیس شدند.
حاضر دانشگاه گیلان با 9 دانشکده، 1 پردیس دانشگاهی، 2 پژوهشکده و با بیش از 500 عضو هیئت علمی و حدود 17000 دانشجو، یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی در منطقه شمال کشور محسوب می شود و از اعتبار و موقعیت ویژه‌ای در داخل و خارج از کشور، به ویژه بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشورهای حاشیه‌ای دریای مازندران برخوردار است. خورشید میتابد و گرما میبخشد، باران میبارد و سیراب میکند، ابر سایه میاندازد و آرام میکند، خاک صبوری میورزد و جوانه میبخشد. تو همان خورشید و باران و ابر و خاکی که گرمای عشق میبخشی، باران دانش میباری، سایه امید میبخشی و از دلت جوانه ها سر بر می آورند. تو مأمن روزهای جوانی جوانه ها، تو باغبان لحظه های بارور امیدی. پشت هر نیمکت تو قاصدکی درس عشق می آموزد، با رقص نسیم به فرداها سفر می کند و هزاران آموزه خود را با خود به دور دست ها می برد. باز بر زمین می افتد و خاک را بارور می سازد و باز هزاران شکوفه می شود و بر چهره زیبای وطن جلوه می کند. فرزندان سرزمین من با چراغ روشن تو به آینده ها پیوند می خورند، پیوندی که با آن تا ابد ایران زمین پر شکوه و پر صلابت، یک پارچه و پر افتخار می سازد.